ما به عنوان یک سیستم فکری در قرن جاری که قرن ارتباطات و قرن تبادل اطلاعات و به اصطلاح در دورانی است که اصل یستمعون القول و یتبعون احسنه داره حاکمی ها، یعنی حاکم شده همه جای دنیا با همدیگه در حال تبادل اطلاعاتن و چیزی که معلوم میکنه اطلاعاتی درسته یا غلطه فقط تو تحقیقه، فقط تو مناظره است که معلوم میشه به اصطلاح یک جریان فکری درسته، غلطه، در انحرافه، در انحراف نیست، بایستی اون تبادل اطلاعات بیاد اینو نشون بده. در قرون وسطا اینجوری بود که میگفتن نه یعنی نه، بالا دیگه عناوینی مثل مداخله در کار خدا بود، نمیدونم چی و اینجور چیزا و پشت سرش قرار میگرفت و اینه که نه این شیطانیست، خب شیطانیست، اون میگه که آقا این زمین گرده، میگن آقا این حرف شیطانیست، آقا اینه میگن که خب برچسب، با یک برچسب مجوزی بود برای با آتش کشیدن، برای در آتش انداختن یه فردی. اما قرن حاضر قرن رویارویی اندیشه هاست، قرنی است که اندیشه ها در مقابل هم قرار بگیره، همه ببینن که آقا این اندیشه در مقابل این اندیشه چیه، یستمعون القول و یتبعون احسنه بشه. و غیر از این اگر باشه ما برگشتیم به عقب. لذا بحثی نیست که در همه اندیشه ها در همه راه ها ممکنه انحراف باشه، چه راه علمی باشه چه راه غیر علمی باشه. آیا از پزشکی سوء استفاده نمیشه؟ چرا؟ بله؟ از دین و مذهب و همین چیزا سوء استفاده نمیشه؟ استفاده میشه، دقت میکنید. بنابراین دلیل نمیشه هر جریانی ممکنه در مسیر انحراف و در مسیر خطا قرار بگیره. اون چیزی که معلوم میکنه چیه؟ رویارویی اندیشه هاست و بایستی اینها تعریف بشه. در قرن حاضر انرژی درمانی به عنوان رشته دانشگاهی و آکادمیک یکی از علوم در دنیا مطرحه. حالا انشالله من یه سری چیزایی رو که از روی اینترنت دوستان گرفتن، حتی مال تازه دو سه سال قبله و در این دو سه سال قبل دانشگاه هایی که تقاضای به اصطلاح مقاله، تحقیق و خلاصه پیپر و ریسرچ رو نمیدونم اینا، بعدش دعوت برای سمینار، بعدش دانشگاه های دنیا تحقیق در این زمینه که تقاضای مطلب دارن برای این دنیا. یکی از دوستان ما در اون موقع با اسم من یه اطلاعات مختصری داده بودن و به اصطلاح اینو ارسال کرده بودن، بلافاصله جواب اومده بود که ما جواب داریم که چی میخواید برای اینکه بیاید و برای اینکه نمیدونم اینجا رو در رو صحبت کنیم چی میخواید، توجه میکنید. و ما به اصطلاح دنیا طالب این مطالب، تشنه این مطالب و در دو الان با بعضی از فرادرمانگرامون که انگلستان هستن با من صحبت کردن که اینجا رشته دانشگاهی انرژی درمانی هست، همین پولاریتی و فلان صحبت ها، نقشه پولاریتی اینا، ما بریم یا نریم. بنابراین رشته علمی است، رشته دانشگاهی است، خیلی از مسائلش دانسته نیست، دنبال تحقیقن. اما در اینکه آکادمیکه و در دنیا مورد توجه هست اصلا شکی نکن، بحثی نکنیم. اگر کسی بیاد بگه این رشته علمی نیست، فردا تاریخ او رو مؤاخذه میکنه، همونطور که اونایی که در مقابل آنتوان موسمر، در مقابل دکتر هانمن، در مقابل نمیدونم خیلی های دیگه اومدن گفتن فلان، الان نامشون در تاریخ با سیاهی، همشون هم دکتر کی؟ دکتر فلان، دکتر فلان. خب اونایی که در مقابل مثلا داروین مخالفش کی بود؟ یه دکتر بود، گفت بس جناب داروین اینطور که میگین پس ما از نسل میمونیم، این حرف داروین نبود، حرف اون بود، نامش به سیاهی
در تاریخ ثبته و اینها رو ما میگیم علمای جاهل. توجه فرمودین، هر کس حرفی بزنه باید خیلی دقت بکنه اگر میخواد حرفی بزنه، حالا به هر حال موافق مخالف فرق نمیکنه، باید خیلی، برای اینکه اینا ثبته و ثبت داره میشه. بنابراین تاریخ به سیاهی از اینها یاد خواهد کرد. اینها جلوی آگاهی بشر رو میگیرن. اونایی که به اصطلاح ماجرای شعور رو، ماجرای نمیدونم هومیوپاتی 200 سال مبارزه کرده، دکتر آنمن در بدبختی و فلاکت مرد، بعد از مرگش فهمیدن این چیکار کرده، نبش قبر کردن، از قبر در آوردن با شکوه تمام در پاریس فلان ببر، اینا دیگه به درد نمیخوره. دقت میکنید؟ اینا به درد نمیخوره. و همچنین در مقابل آنتوان موسپر گفتن که آکادمی علمی فرانسه نظر داد این شیادیست، که لابازی شیمیدان هم جزشون بود و اینها، گفتن که این شیادیست و این لکه ننگ به خب دامن آکادمی علمی فرانسه هست، به خاطر اینکه لااقل دو قرن مسائل ضمیر ناخودآگاه رو چیکار کردن؟ به تأخیر انداختن. ببینید، ان الحیات دنیا عقیدت و جهاد، ما یا عقیده داریم پاش واسدیم و تا سرحد مرگ ازش دفاع میکنیم، یا اینه که به صلاح نه رگذری میخوام ازش بگذریم. ما این عقیده رو قبول کردیم، این رسالت رو، یعنی من در مورد خودم میگم، این رسالت رو در مورد خودم پذیرفتم. 30 سال امانت دار این مسئله بودم. نمیگم خودم من اگر خراب و مستم، به قول مولانا سخن صواب گویم، یعنی بحث خود ما مستقل از بحث شعور الهی است. من میگم آقا شعور الهی اینه، ربطی به شخصیت من، عمل کرده من نداره. و ما به صلاحت چند غرق بحر گناه هم ز صد جهت، به قولی حافظ. خب بقیه ماجرا دیگه مسئله اینها معرف ها بودن، ماها هممون معرفیم، ربطی به شعور الهی نداریم. اگه من مشکلی داشته باشم ارتباطی داره به شعور الهی؟ ولی اگر شعور الهی رو بخوان تعریف کنیم چی میشه؟ میگیم آقا اینه مستقل از وجود ماست. و به اصطلاح خطای یک نفر، اشتباهاتی که یه نفر بیاد بکنه توی مجموعه، نمیتونم ممکنه کلاهبرداری بکنه، ممکنه زا، دلیلی نمیشه که نمیدونم یک ماجرای کلن مردوده، نمیتونم انرژی درمانی اونجوریه، این اینطوریه، ربطی به این مسائل نداره.